به نام خدا، بیننده های عزیز سلام بر شما. به برنامه نگرش خوش آمدید. موضوع بحث امروز نگرش در مورد ناامنی ها در بدخشان و به خصوص بسیاری از اهالی و مسئولین میگویند در بدخشان اگر دولت به بدخشان توجه نکنند بسیاری از ولسوالی ها سقوط خواهند کرد. در آغاز توجه بکنین به گزارش. حوالی عصر پنجشنبه گذشته گروه طالبان پس از درگیری نظامی اداره ولسوالی کوهستان بدخشان را به دست گرفتند. وزارت دفاع میگوید نیروهای ارتش در عملیات گسترده در عصر شنبه دوباره طالبان را از این ولسوالی بیرون رانده و تلفات سنگین را بر این گروه وارد کردند. باید بر شما بگم که ما در ولسوالی حضور داریم. قطعات کماندو و اردوی ملی در ولسوالی هستند و در این زمان پلیس محلی و پلیس ملی در یک موقعیت حاکم قرار دارند. در همین حال برخی از اعضای مجلس نمایندگان وضعیت بدخشان را نگران کننده عنوان می کنند. فعلا ولسوالی زیبا که بدخشان زیر تهدیدات بسیار بالاست، ولسوالی تیشکان معاصر است، جنگ در ولسوالی درایم است، جنگ در ولسوالی های راغستان است و قرار است که جنگ بیاید به طرف بهارک و جرم. بدخشان در چند سال گذشته به یکی از ولایات ناامن مبدل شده است که گروه های حراس افغان مانند طالبان و داعش بیشتر تحرکات تخریبی را دارند. با برنامه خوش آمدید. میهمانانمون در بس آقای محمد رادمنش، سخنگوی وزارت دفاع، آقای علی اکبر قاسمی، عضو مجلس نمایندگان، معاون کمیسیون دفاعی این مجلس، آقای محمد عارف کیانی، ارکان حرب، و همچنان عبدالله ناجی نظری، عضو شورای ولایتی را از بدخشان هم داریم. اگر همکاران تکنیکی ما تصویری از آقای نظری را داشته باشند، امیدوار هستیم که با ما وصل بکنن. آقای نظری سلام بر شما، اگر صدای ما را میشنوین و ما را میبینین در مورد وضعیت بگوین که وضعیت ولسوالی های بدخشان چگونه است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان آریانا نیوز و میهمانان حاضر در بحث. اولتر از همه درود میرسم بر روی شهدای نیروهای امنیتی و کسانی که خاصتا در سه روز گذشته در بدخشان به شهادت رسیدند. روی شهدا یاد چون گرامی باد. متاسفانه بیشتر از قوتی وردوج و امگان در طالبا تثبیت است. در بخشی از جرم که 60% میشن حاکمیت دارن 80% ولسوالی را بسید و متاسفانه با شروع عملیات خندق طالبان این اتادستان که بخشی از ولسوالی تشکل تصرف کنن و درست قبل دانستن که ولسوالی بدخشان در کل تصرف کنن. وضعیت نگران کننده است. روز به روز با آب شدن پرپا، با باز شدن راه‌ها به پاکستان و خصوصا به اطراف بدخشان اینا سایه گسترش خود بیشتر میکنند. همین که با شما صحبت میکنم جنگ در ولسوالی کوهستان در خود ولسوالی جریان داره. خب نیروهای امنیتی تانستن که داخل ولسوالی شوند ولی جنگ فرازنده ادامه داره. گپ مهم اساسی هم است که طالبان در چند نقطه عملا تانستن که جنگ آغاز کنند، در شهدا، در تیشکان، در کوهستان و بخش از راغستان. خوشبختانه در شهدا عملیاتشان بسر صحیح تلاش نیروهای امنیتی که در ساحه هستند، چه پلیس محلی چه پلیس ملی و نیروهای امنیتی رسمی دفع شد، ولی متاسفانه در تیشکان تانستن اینا 40% ولسوالی را عملا در کنترل خود بگیرن، اما خصوصا تیشکان کوهستان. و شب گذشته متاسفانه تعدادی از خوبترین یعنی نیروهای خیزش های مردمی مان که از ولسوالی درهیم به ولسوالی تیشکان رفته بودند متاسفانه به شهادت رسیدن. تشکر آقای نظری. ما دوباره بر شما برمیگردم. من میخواستم که صحبتهای شما را با مهمانان خود که در داخل استودیو هستن شریک بسازم، بعد شما باشین انشاءالله برمیگردیم به شما. آقای رادمنش بسیار خوش آمدین. زنده باشین. تشکر. دقیقا وضعیت در بدخشان چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و سلام بر جناب آقای کیانی، همچنین سلام به جناب آقای نظری و همچنان قاسمی صاحب و همه مردم افغانستان که ما را در تلویزیون شما میبینند. شما در گذشته ها هم شنیدین و حال هم ما بر شما میگم که در افغانستان جنگ تحمیل شده و در این زمان که تحمیل شده ما در برابر از جنگ ها از ظرفیت هایی که در اردوی ملی وجود داره،
صادقانه و بسیار دقیق استفاده میشه. ما برای مردم خود حسابده هستیم و مردم افغانستان سر وظایف نیروهای دفاعی افغانستان حساب میکنند. در بدخشان وضعیت طور است که اونجا کشت مواد مخدر و معادن مختلفه باعثی شده که مافیای منطقه و بین المللی به خاطر عشق به اندوختن سرمایه دارند و به قصه مردم افغانستان نیستند. به همین واسطه است که بسیار بیرحمانه مردم را میکشند و سرمایه اندوزی میکنند و نیروهای دفاعی افغانستان هم با درک این مسئله در برابر گروه های دهشت افغان از فعالیت های مثمری که بتوانه برای مسئولیت مردم مفید واقع شوه استفاده میکنه و فعلا هم که ما در اینجا هستیم 10 عملیات را در 10 ولایت کشور از جمله ولایت بدخشان در 24 ساعت گذشته ادامه دادیم. برای گروه های دهشت افغان تلفات قابل توجهی وارد شده و نیروهای دفاعی افغانستان در تمام 10 منطقه دستاوردهایی دارند که این دستاوردهایشان 60 نفر از دشمنان مردم افغانستان را سرکوب کردند، 33 نفر زخمی شده و 13 نفرشان دستگیر کردند و حالا هم همین عملیات ادامه داره و هدف این عملیات فقط و فقط این است که ما در برابر مردم افغانستان مسئولیت خود ادا بکنیم. آقای نظری از بدخشان میگن که وضعیت خوب نیست و 40% از ولسوالی ها به دست طالباس و حتی همین ولسوالی کوهستانات هم فقط مرکز به دست حکومت است، اطراف تمامش به دست مخالفین است. پس به این معناست که مخالفین دست بالا داره در وجود. ولسوالی کوهستان همینطور یک ولسوالی هست که در بین کوها واقع شده و این ولسوالی همی جایی که ما گرفتیم همی جا هست که پیش ماست. دیگه او به دست دشمن نیست و یقینا بعضی تهدیدات در دیگه ولسوالی ها وجود داره که ما در اونجا هم عملیات خود مثلا در مناطق زیبا که گفتن و در مناطق دیگه مثل راغستان و اطراف جرم و اینها هم عملیات ما فعلا ادامه داره و برای سرکوب دهشت افغانان نیروهای اردو در اونجا در اپراسیون های مختلفه استعمال میشه. پلان های پیش از بهار آمدن نداشتین؟ آیا دقیقا باورایی است که وقتی که بهار نزدیک میشه عملات گروه های مخالف حکومت رو به افزایش میابه؟ مردم شاکی هستن، حکومت، مردم محل شاکی هستن از وضعیت، نهادهای مدنی در داخل بدخشان شاکی هستن از وضعیت. خب جنگ به اختیار مردم افغانستان نیست، از بیرون که گفتیم بالای مردم افغانستان تحمیل شده. ای به معنای عزیز که ولو که شما بخواین یا نخواین استخبارات منطقه با دهشت افغانان، با مافیا، با شبکه های مختلف قاچاق جنگ را در کشور ما تحمیل میکنه. ولی در بدخشان شما نقاط آسیب پذیر میدانستین که کس کدام نقطه نقاط آسیب پذیر است؟ نقاط آسیب پذیر در افغانستان جایی است که در اونجا تهدیدات است و جایی است که ما عملیات ها را در اونجا پلان کردیم و این پلان تطبیق میشه. ممکن است که در بعضی جاها دشمن زیادتر تهدیدات را متوجه بسازه و در بعضی جاها در بدخشان کم باشه. در بدخشان چرا باید باشه؟ در بدخشان به خاطر از اینکه معادن مختلفه لاجورد، معادن دگه و در این زمان کشت مواد مخدر در اونجا بسیار خوب است و مسئله عمده در اینجا ای هست که راه بین چترال و کتل شاه سلیم، خستک و همی شکل به وردوج به خاطر به تهدید کشاندن ولایت سمت شمال، ای میتوانه که همو اهداف و استراتژی های پاکستان را در اینجا به شکلی که اونها پلان کردند بیشتر آماده بسازه. به این لحاظ امیر را اینها تعیین کردند و از راه چترال بالا میشن به نورستان، از نورستان به کران و منجان، کتل شاه سلیم، به طرف خستک میان و به طرف جرم. خب به هر صورت ما گرچه راه های ازیار وقت و ناوقت توسط اسکنگل هایی که نیروهای دفاعی افغانستان داره
هم در شمال و هم در شرق، در جنوب شرق افغانستان زیر نظارت داره، ولی خب به هر صورت افغانستان کشور کوهستانی و از نگاه داشتن درخت ها و وضعیتی که شما میدانین مستور میشه زمین ازی، دشمنان ازی استفاده میکنن و گاهی ما در بین را و گاهی در میانه و گاهی هم در جایی که اینها میرسن ایرا کشف و از بین بردن ازی قطعات. یعنی شما میگین اراضی باید شده که شما نتونین پیشرفت بکنید؟ خب اراضی هم آب و هوا هم و در این زمان مین گذاری بعضی دره‌ها، سرک‌ها و کتل‌ها باعث شده که ما باید به بسیار احتیاط و آهسته ما تهیه طریق بکنین و در جایی که مخالفین چطور میتونن که بیان تا این نقاط هست؟ مخالفین در حالی که برازی شاید بلد نباشن و او تجهیزاتی که شما دارین اونا ندارن؟ یقیناً که اونها ندارن، ولی مخالفین اگر بیشتر از این بتوانن موافقت به دست بیارن شما بسیار شاهد گپای دیگه خواهید بود، ولی نمیتوانند و ما اکثرا اینا را دستگیر و یایی که زیر ضربات هوایی و همچنان با فعالیت های تصفیبی به گزمه و همچنان فعالیت های محاربوی بر علیه ازیا اقدامات را که انجام میتین اکثر ازیا دستگیر بشن و یایی که کشته میشن. تشکر. آقای قاسمی، شما وضعیت چگونه میبینین در بدخشان؟ چرا باید بدخشان نامن باشه؟ بدخشان دیگه خط نزدیک با پاکستان نداره و خط دور افتاده با پاکستان داره، پس چرا باید؟ آیا عامل معادن، عامل مواد کشت مواد مخدر چنین شده یا نه مشکلات هست؟ ستون پنجم کسی صحبت میشه عمد داخل نظام اونا را حمایه میکنه. سپاس شما از جناب جنرال صاحب آقای رادمنیش و برادر عزیز ما جناب آقای کیانی صاحب و دوستی ما که از بدخشان با ما و شما وصل است، آقای نظری صاحب و بیننده‌های عزیز. در این شک نیست که مخالفین ما از معادن بدخشان استفاده خود میبره و همچنان از مواد مخدر بدخشان استفاده خود میبره و با باور ما مشکل ناامنی که فعلا در افغانستان است یا خصوصا در بدخشان است، این بالاتر از مسائل معدن و مسائل مواد مخدر است و این یک هدف بسیار کلان برای کسایی که وضعیت ناامنی را در اینجا مدیریت میکنن. فکر میکنم که این بالاتر از او خود بود اگر نه مخالفین آمدن در چی؟ در بدخشان و اینجا فعالیت نظامی را آغاز بکنن و فضلا و بعضی مناطقی ولسوالی های مرفضان در تحت کنترل بگیرند. این بسیار بعید است و چنانچه که فعلا در بدخشان 450 نفر دایشی ها حضور دارند که امی 450 نفر دایشی ها کلشان هم یعنی طالب نیست دایش است، تبع خارجی است، طالب نیستن دایش هستن. عرض کنم که امی 450 نفر نظر به معلوماتی که ما دارم با دوستایی که تماس داریم دایشا اونجا حضور دارن و امی 450 نفر هم میگیش تبعای خارجی هستن. ای از کجا آمدن؟ چطور ای در این قسمت جابجایی شدن؟ چطور اینا امکانات به دست آمدن؟ چطور میتونن که این ساحه را به این وقت بسیار کوتاه اینا به دست آوردن؟ پس مسئله معدن و مواد مخدر نیست دیگه. اما رد نمیکنم نظر جنرال صاحب و ما فکر میکنیم این قضا بسیار عمیق است و بسیار گسترده و بسیار خب در این عمیق قضا کی دست داره؟ این دست شما کیها را میدانین؟ طبیعی قضیه است که در این استخبارات هم منطقه در این دخیل است و بر علاوه تصمیم اراده ای هم برای زینیست که در روسه ها اینا از بین برده شود. چرا باید چنین شود؟ عرض کدم که گفتم تصمیم وجود نداره. اگر می بود هیچ امکان نداشت که فضلا امروز ما شاید یزیم بودیم که در بدخشان ما تقریبا دو ولسوالیشان بیش از دو سال است که در کنترل مخالفین است و همی کویستانی که حالا گفتین از پنجشنبه بایستان در اختیار از اونا بودن و همچنان بعض ولسوالی های دیگه ما هم تعدید بسیار بلند مخالفین قرار دارن و خصوصا رای مواصلاتی همچنان کاملا در اختیار از اونا قرار دارن. این
فکر نکنم که موادین ما او قدر آید زیاد داشته باشد که همه تمام از اونای جنگی از ناهی مواد مخدر و از ناهی چی تکافر شوه معدن. و اگر شو هم بایدی فرصت در حکومت ما شما از 450 نفر داعش صحبت میکنین کنا خارجی هستن و برازی هم بلد نیستن. نیروهای اردوی شما و پلیس شما هم برازی بلد است و هم در نقاط خوب میفهمن. پس مشکل در کجاست؟ چرا از بین نمیرن؟ من میخواستم که در این قسمت چی کنم؟ عرض ما گفتیم که اگر اراده می بود، موجود می چرا بود. اراده نیست؟ ما منافع خود میخواین. کی منافع خود میخواین؟ اراده، این برای ما اراده است. اردوی ما مصمم است. بچه های ما هر روز قربانی نه میدن. اراده کی نیست؟ اراده حکومت نیست؟ حکومت با می گروه می جنگه؟ با دایش در اوجه حکومت می جنگه؟ حکومت هم نیست و همکارای حکومت هم در اینجی خب همکارای اردو یعنی میگین اردو؟ خب کار حکومت هم نیست؟ حکومت خود ماست نه؟ همین مردم ماست همکارایی که فعلا با ما در سطح سیاسی امروز چی هست؟ آمدن ما رمایت میکنن هدفتان از امریکا هست اما دیگر حبیث کنها در این قضیه همکار نیست با ما اگر همکار می بود هیچ ممکن نبودن که در این قسمت این قدر پیش می رفتن و این قدر هم قوی می شدن تشکر ممنونتان برمیگردیم آقای کیانی شما وضعیت چگونه می بینین؟ بدخشان یکی از ولایت های کوهستانی است که با مشکل میشه اما جنگ و صلح تعریف کرد در این ولایت از پنجشنبه به این طرف مشکلات موجود بود در حالی که وزارت دفاع افغانستان میگن که هم خود ولسوالی کوهستان دوباره گرفتن ولی در اطراف ولسوالی ها جنگ هستن و آقای نظری که از بدخشان صحبت میکنن وضعیت خوب نمیبینن به نام الله سلام حضور جناب رادمنی صاحب قاسمی صاحب و آقای نظری و شما چند فاکتور کلیدی موجب شده است که جنگ در بدخشان تعمیمیت و گسترش پیدا کند مطمئنا به شکل قسمی نمیتوان حضور موجودیت معادن موجودیت فلزات سبک و سنگین در بدخشان موجودیت منرال های نادیده را در امر تشدید جنگ نادیده گرفت مواد مخدر در یک بخش دیگر از فاکتورهایی است که موجب جنگ شده است اختلافات ذات البین بین قمندان ها و فرمانده های محلی در بدخشان صعب العبور بودن ساحات از رهگذر انتقالات وسایل موتوریزه و میکانیزی اردوی ملی افغانستان فساد اداری در حکومت خود حکومتداری محلی در بدخشان خالی بودن عقبه جبهه نیروها قوت های دفاعی مان نبود حمایه هوایی که بتانه حداقل نیروی پیاده نظام ما را حمایت کند هم مرز بودن به شکل قسمی و باز بودن ما حدود 76 کیلومتر مرز مشترک با چین داریم و از این طرف حضور فعال جنبش ترکستان شرقی در بدخشان و حومه بدخشان حضور ایغورها و بعضی جنبش های دیگه گروه های دیگه که به شکل پراکنده حضور دارند باز بودن معبرهای رفت و آمد و منفذهای رفت و آمد با پاکستان از راه نورستان و از راه چترال به بدخشان به شکل قسمی بی‌تفاوت بودن حکومت مرکزی و ضعیف بودن قوی جذب مرکز حضور بعضی افراطیون با آدرس حزب التحریر که اینا در پاکستان تحصیل کردند و امروز به یک قسمت از بدخشان تقریبا حضور دارند ظرفیت کوهستانی بودن بدخشان موجب شده است که جنگ های گرولایی تقریبا به شکل قدی سرطانی دوام پیدا کند از جمله فاکتورهای کلیدی است که موجب تشدید بوران و تشدید جنگ در بدخشان شده است کشت مواد مخدر همکنون که با شما صحبت میکنم در بهارک، در وردوش، در جرم بدخشان، در درائم به شکل تمام عیار کش میشه و برابرداری میشه مافیای مواد مخدر عملا انتقالات به تاجیکستان و از قسمان حتی بعضی موارد به چین و بعضی موارد به پاکستان انتقالات به شکل سیستماتیک جریان دارد وابستگی بعضی از فرماندهان محلی و بعضی از ولسوالها و بعضی سران مافیایی که در کابل حضور دارند از کابل نظارت میکنند مردم به بی باور بودن شهروندان بدخشان به مردم فقر و در
بعض موارد مظلوم واقع شدن شهروندان بدخشان واجب شده است که صف گروه های تروریستی تقویت شود و همزمان بتوانند گروه های تروریستی با تلفیق سه مؤلفه کلیدی توانستند بعضی مؤلفه و بعضی اسلوب های جنگ های گرولایی یا جنگ های پارتیزانی را با بعضی ارزش ها و پارامتر های جنگ های جبهوی و در کنار از جنگ روانی در یک مثلث همگون توانستن حضور خود پررنگ بسازن و این ضعف حکومت در امر مهار و مدیریت معادن افغانستان در امر کوکنار زدایی در خود بدخشان در حقیقت شالودی فاکتورهایی است که جنگ بدخشان را به درازا کشانده است و امروز مردم بدخشان خون می‌ریزند. آقای کیانی، شما از چندین گروه در بدخشان صحبت کردین، آیا حکومت افغانستان یا اردوی ملی یا پلیس ملی یا امنیت ملی با تمامی گروه ها درگیر جنگ است یا نه؟ آیا گروه ها کار خود دارن و حرکت خود دارن یا امو سپاهای ترکمنستان کار خود دارن؟ شما فکر میکنین که اینجا مشکل در کجاست و یا هم مافیایی که در داخل و در داخل حکومت، درون حکومت و بیرون حکومت دست دارن، اونا مانع میشن که جنگ امو نتیجه مطلوب خود به دست نته؟ سیاست میدان منافع و میدان منفعت است. آنچه که سیاست میتونه در مقام اول در بود عمل در بود سخت افزاری تحقق ببخشد منازع است. خود منازع مطمئنا بران آفرین است. این بران ها موجب تشدید و تکثر منافع در ساحه می شود. حکومت با تأسف با سیاسی نمودن نهادهای امنیتی افغانستان نگاهش در جنگ با گروه های دهشت افکن، با گروه های تروریستی نگاه سیاسی است. ما شاهد هستیم که تمام سفربری و تمام مسائل لوجستیکی و مسائل محاربوی در جنگ کندوز دو سال پیش آماده بود، اما به خاطر از این که چند نفر گوی از یک از جنبش های گروه های تروریستی به پیش مخالف گروه تروریستی طالب به دست طالب بود، 22 روز جنگ کندوز معطل قرار گرفت و این 22 روز معطل قرار گرفتن موجب شد که بالاخره مخالفین مسلح تجدید گروپان کنند، تقویت کنند و به یک ضد حمله کندوز فتح کنند. و این از این چشم انداز اگر ببینیم، پیشتر جناب قاسمی صاحب تذکر دادن که ما به باورم اراده به سطح بالا به گراف استراتژیک وجود ندارد. سرباز ما امروز واقعا دست سربازان ما در میدان جنگ بدخشان قابل بوسیدن است. کماندوهای ما بی‌نهایت جنگ میکنند، از قماندان توله به پایین بی‌نهایت جنگ میکنند، رشادت و پایمردی از خود به خرج دادند. فساد هم از سطح کندک به بالاتر متاسفانه موجب شده است که تا حدی بیتمایل بسازد شهروندان که بتوانند تساند و همکاری با قوتهای دفاعی میمون کنند. نبود نیروی هوایی هم بخش دیگری از چالش هاست. شما ببینید وقتی که صعب العبور بودن اراضی بدخشان بیترین ظرفیت و بیترین پتانسیل به جنگ های گرورایی و چریکی است و این جنگ های گرورایی و چریکی را شما به حملات بلمثل در کنار بلمثل و هوایی میتونین شما بزداین، بتونین یاد بازتر داشته باشید. امروز با تاسف نیروی هوایی ما نداریم و نیروی زمینی هم که هست نمیشه به ساحات صعب العبور ماشین های موتوریزه و میکانیزی ما درست حرکت کنند و انتقالات درست صورت بگیرد و ما درست دیزاین داشته باشیم. اصل دیگری که در جنگ بدخشان از دید نظامی قابل ارزیابی است، ما در امر ما چند نوع عملیات داریم. ما 4 نوع در کل عملیات داریم. عملیات تهاجمی یا به عبارت دیگر عملیات تعرضی وقتی که صورت میگیره یک ساحت تسخیر میشه، همزمان باید تیم متعرض به 3 کاتگوری تقسیم شوند یا به 3 بخش. یک بخش ساحه را محاصره کنه، یک بخش به تلاشی بپردازه، یک بخش دیگر به تلاشی و حفظ ساحه بپردازه، یک بخش دیگر مخالفین که در ساحه حضور داشتن آنها را تعقیب کنند. متاسفانه حملات صورت میگیرد، مصارف هنگفت
انجام می شود، مصارف گزاف انجام می شود، اما اینکه ساحه بعداً حفظ بشد چنین میکانیزم و چنین استراتژی وجود ندارد. مادامی که پس نیروهای تهاجمی ما یا به عبارت دیگر عقب نشینی تاکتیکی میکنن، مخالفین مسلح از همو و اطراف پس بر میگردن، ساحه را اشغال میکنند. تا زمانی که ما معبرهای مخالفین مسلح، تا زمانی که ما منفذهای دخولیشان به ساحات جنگی به خطوط مقدم درست تحت ترصد حملات زمینی و هوایی قرار ندین و درست ما منفذهایشان را بند نکنین، از تجدید گروپانشان ما جلوگیری نکنین، این جنگ مانند یک دوران خبیثی سرطانی ادامه پیدا خواهد کرد و مخالفین مسلح واقعا از درک کوکنار و منرال های بسیار نادره و فلزات سنگین بدخشان که خریدارهای جهانی دارد بهره میبرند و این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد. آقای کیانی، وقتی که اراده وجود نداشته باشه، پس اراده جنگ در بین نیروهای امنیتی چطور پیدا خواهد شد؟ مشکل همیست که ما در جنگ چند پرنسیب داریم. یکی سمت هست، هدف هست، قسمت هست، مانور هست، انگیزه هست، عقبی جبهه هست، لوجستیک است، واید بودن قمانده است، تشریک مساعی است، هماهنگی است. این فاکتورها تا مادامی که در خط مقدم جبهه تحقق پیدا نکند، مطمئنن شما وضعیت افغانستان به امروز ناشی از عدم تحقق این پارامترها، این مؤلفات در اتاقای فکر، در مراکز اپراسیون هاست که امروز شما میبینیم جنگ گسترش پیدا کرده. دو سال پیش ظاهرا حضور گروه های تروریستی در بدخشان بین 50 تا 70 بود، 70 تن بود. امروز آنقدر قدرت پیدا کردن که بیشتر از 50% خاک بدخشان تعدید میکنن، در اکثریت ولسوالی ها حضور دارن. این بیانگر از است که این انگیزه و این پارامترها به سطح بالا نبوده. سطح پایین مطمئن سربازان ما انگیزه مورال جنگ دارن و اگر مورال جنگ ندارن، از راه گذر منطق قابل قبول نیست که به 10 یا 15 هزار بیان جان فدا کنن. واقعا انگیزه جنگ هست، خب به وطن در گراف افقی هست. مشکل ما در گراف استراتژیک است. در گراف استراتژیک فساد وجود دارد. چند وقت پیش از این تریبیون شما بیان کردیم مسئله 145 میلیون دلار دزدی از درک نفت قوات های دفاعی در وزارت دفاع بیانگر این امر است. سپرده شدن بگونی نمونه با گفته آقای امزیا مسعود، دادن بیشتر از 1000 میل سلاح به مخالفین مسلح در هیرمند یا هلمند بیانگر عزیز که ارادی وجود ندارد، این انعقاد نمودن ستون و فقرات شورای شمال شرق، این منعقد نمودن تفاهمنامه بسیار ننگین با مخالفین مسلح در شورای بسیار استراتژیک دندقوری، این بیانگر عزیز که ارادی وجود ندارد، معطل قرار دادن حملات تهاجمی قوتهای دفاعی مان با کندوز بالای مخالفین مسلح 22 روز، این بیانگر عزیز که اراده وجود نداره، و حتی در بعض موارد باج دادن به مخالفین مسلح، به گروه های تروریستی، به آدرس صلح و به آدرس مصالحه میدان دادن به این عناصر نامطلوب، الیمنت های نامطلوب، بیانگر عزیز که اراده در گراف عمودی وجود ندارد. سربازان ما انگیزه دارند، اما انگیزه در قماندان کندک مطمئن باشیم شما به دنبال عزیز که چی گونه بنابر نبود مسئولیت وظیفوی بیشتر از اینکه به فکر جبهه باشد، تحقیق جبهه باشد، به فکر حفظ موقف خود است. تشکر. بیننده های عزیز، یک وقفه کوتاه میگیریم، بعد وقفه برمیگردیم. دوباره خوش آمدین. شما بیننده برنامه نگرش هستین و بحث ما در مورد ناامنی در ولسوالی های از بدخشان است. مهمانان من در بحث آقای محمد رادمنش، سخنگوی وزارت دفاع، آقای علی اکبر قاسمی، عضو مجلس نمایندگان و معاون دفاعی کمیسیون دفاعی این مجلس، آقای محمد عارف کیانی، ارکان حرب و سخنگوی محور مردم افغانستان. اگر صدای ما از بدخشان آقای عبدالله ناجی نظری میشنوند، آقای نظری میشه بگوین که عوامل عمده را شما یا ناامنی هایی که در بدخشان است در چی میبینین؟ شما در ساحه هستین، دقیقا چیزهایی که در بحث گفته شد، مسائل معادن افغانستان، مسائل حضور داعش در اوجه، مثلا کشت مواد مخدر یا مسائل دیگری که شما در حضور دارین هست در بدخشان؟ سلام مجدد خدمت شما. ما در ضمن یک سوالم دارم میشه که در آخر بازی را، در کابل که هر روز انتحاری صورت میگیره، در اوجه معدن نیست دیگه، در اوجه بالاخره تریاک نیست یا جاهای دیگه،
جنگ بدخشان یک جنگ ایدئولوژی است. عملا خارجی ها 450 تروریست های بنبلی که از جندلا حرکت ترکستان شرقی و جریان های دیگه تروریستی که تمایل گرایش های به داعش دارن، اینا عملا هستن در بدخشان. بیش از 2000 طالب مسلح عملا جنگ میکنه با حکومت افغانستان، با مردم افغانستان. بحث مواد مخدر، بحث تریاک یک بخش بسیار کم شده، ولی برای فعلا یک عملا یک جریان کلان با جنگ میکنن. ما نباید همیشه، من یک دفعه فکر میکنم اگر مداخله پاکستان در افغانستان نی بود، همسایگی با پاکستان نی بود، همین مسئولین، همین بزرگای افغانستان، همین ضعف و بالاخره ناتوانی خود یا همو گرایش های منفی فکری خود چطور توجیه میکردن؟ تمام مسائل ما اندازیم به گردن پاکستانی ها که در بدن. خب شما نظام داریم، ما حکومت داریم. ما از آقای رادمانش سوال میکنیم، در دو سال که بیشتر از دو سال وردوجی امکان در کنترل تو، یک عملیات شما بگید وردوجی آدم نیست، وردوجی جزء مردم افغانستان نیست، شما یک عملیات برای آن انداختید. متاسفانه هیچ اراده سیاسی در قسمت بدخشان نبوده، عملیات همیشه واکنشی بوده، عکس العملی بوده، در زمانش کمک نشه، زمستان مکمل ما خواب کردیم، یک عملیات را برای آن انداختیم. چند روز قبل فکر میکنم اوایل ماه عمل بود، یک عملیات در ولسوالی جنوب برای انداختیم. قماندان سیویل لواب یک خبرای سا کلانا گفت که 6 تا خارجی مرده و 10 نفر طالب مرده. متاسفانه 6 نفر مردم ملکی شهید میشه به اثر توپ ما، یک قدم پیش نمیره نیروهای امنیتی ما. متاسفانه یک اراده، گفتم اراده سیاسی در مرکز نیست، با یک ولایت هلمند در هر گوشه افغانستان اگر نیروهای امنیتی دفاع میکنن، مبارزه میکنن، جنگ میکنن، خاک ماست، مربوط ماست. بیشتر از 20% بدخشانی ها فعلا در هلمند جنگ میکنن، ولی با یک ولایت یک قول اردو میتن. بدخشان با می وسط، با می جغرافیاش، با می طالبای که فعلا هست، اینا متاسفانه یک لوا دارن. لوا از نگاه تشکیلاتی مشکلات خود داره. وقتی ما یک ولسوالی را سقوط، ما چند روز پیش امروز دیروز رفتم لوا، دیدم که تقریبا 6 تیاره در میدان بود، ولی زمانی که ما بالا صدا میکنیم بیاید کمک کنیم، بیاید چرا عملیات نمیکنیم، کس روان نمیکنه. وقتی که یک ولسوالی را از دست دادیم، امکانات از دست دادیم، باز سیل از کمک ها. آقای ردمنش میگن که کوهستان هم مرکزش کوهستان است. دقیق تو نیست، ولسوال کوهستان یک ولسوالی است که دو قریه در داخل ولسوالی و در مجموع قریه ها در اطراف ولسوالی قرار داره. ما گذشته از اون فقط ما مرکز ولسوالی را در اختیار داشتیم، ولی متاسفانه امروز ولسوالی را از رئیس جمهور تا دکتر عبدالله تا وزرای داخله و امنیت و بالاخره مسئولینی که از چند سال است که ما میگیم، از مطبوعات میگیم، در جلسات شرکت میکنیم. همین بارم وکیل سیبای شورای ولایتی که رفتن و رئیس جمهور را دیدن، متاسفانه جز وعده باعث حفظ احترام به شخصیت های اینا، جز دروغ هیچی با بدخشانی ها نداره. شما باور میکنید که در یک هفته گذشت ما 40 بدخشانی را در حدود شهید و زخمی دادیم؟ همش اولاده اکثر از هم کسایی هستند که بدون ما به نام خیزش مردمی فعالیت میکنن. متاسفانه ما حرکت نداشتیم، در وقتش کار نکردیم. بالاخره امروز نسبت به بدخشان 40% بدخشان از دست داده. حالا میگم اگر ما عملیات کلان سرتاسری را به خاطر بازپسگیری مناطق مثل دره خستک، مثل وردوج، مثل یمگان، مثل راغستان بران اندازیم، مشکل بدخشان بیشتر میشه. امروز صبا اینا خاط تانستان که راه را قطع کنن، به خاطر ما هیچ حرکتی ندارم. همیل کماندوها رفتن در تشکان اما تو ماندن. کماندوها این دو روز است که رفتن بالاخره کوهستان، اگر بگیم کوهستان فقط نیم یک ساعت پیش به جنگ طالب مکمل گندم کمکی که تقریبا در حدود 40 تن گندم بود از ساحه کشید، مواد حاشیه‌ای قماندانی هم مکمل برد، امکاناتی که داخل قماندانی برد جای به جای کرد. حالا است برای دیگه مرکز ولسوالی هم مهم نیست. بحث مهم است که ما در زمانی هستیم که فعلا بحث انتخابات پیش رو داریم. امیال در 50% بدخشان عملا انتخابات نمیتونه، از سایت ها بسته است، حداقل تهدید طالبان. صدا مسائل جنجال دیگر در افغانستان داریم، خاصتا در بدخشان. ولی یک چیزی را هم در پالیوز دیگه میخوایم علاوه کنم. امی آقای کیانی بسیار یک بخش گپا را خوب اشاره کردن. ما در جریانی که انتخابات پیش رو داریم، زدبندای سیاسی در افغانستان روان است. پاکستان با مو آخرین تلاش میکنه که بالاخره در امور افغانستان مداخله کنه. صدا جنجال دیگه، رئیس به جمهور میاد، نمیارد تذکره را توضیح میکنه، یک جنجال دیگر خلق میکنه. ما تمرکزمون بالای امنیت افغانستان باشه، بالای امنیت ولایتمون باشه. این امیال برای مرز ما با پاکستان 2.5 سال است که باز است، یعنی هیچ همیشه باز بوده. این تو امروز یا فردای مرز باز میشه. طالب مکمل ما خبر داریم که یک تعداد طالبای خارجی که بلاغ یا خارجی تروریستا که از عراق و از سوریه آمدن در پاکستان هستن، منتظر هستن که راه باز شود و داخل بدخشان شود. زخمیایی که در جریان قبل از زمستان رفتن آماده هستن، ولی می حکومت یک روز نرفت که این مسیر را بند کنه. شما میگن ما عملیات رو در مسیر راه، بعضی وقت عملیاتی که یک نام اصطلاح نظامی برایش استفاده کرد، کجا داشتین؟ شما یک روز یک
دستاورد در این قسمت نذاشید. همیشه منتظر بودیم که یک جایی سقوط کنه، باز آجل قوت ها بیاید و بالاخره سرصدای مردم برای شما بیاید. ولی یک برنامه، یک پلان، یک استراتژی، بالاخره یک پلان امنیتی حداقل به این بدخشان که ما هستیم نذاشتیم و نداریم. ولی اگه متاسفانه وضعیت به این منوال ادامه پیدا کنه، بدخشان بیشتر وضعیت خراب میشه. بزنم که مردم بیچاره بدخشان این بهار باید. تشکر آقای نظری. ما میخواهیم که تمام سوال های شما را در حالی که آقای رادمن شنید و دیدن شما را بپرسم که دو مسئله را هم اضافه کنم که سیاسی شدن نیروهای امنیتی ما، دقیقا سیاسی شدن و نبود یک استراتژی برای جنگ هم برای سطح ولایت هم به سطح ولسوالی ها، آیا چنین هست؟ شما نباید حکم کنین به ایس جورنالیست که نه عدف ما نبود. این چیزی که آقای عارف کیانی گفتن، من میره براتون نقل کردم. سیاسی شدن نیروهای دفاعی افغانستان یک نظر است، اما شما میدانین که ما تحت امر قماندانی اعلی قوای مسلح وظایف وطنی و میهنی خود انجام میدیم. ای برای ما مطرح نیست که شمال است، جنوب است، شرق است و یا غرب. همین اکنون در چهارملک ما مصروف هستیم، در درزاب هم، در کوهستانات هم، در بادغیس، در فرا، هلمند، ارزگان، غزنی، ننگرهار، کونر، در همه از جاها فرزندان مردم افغانستان است که با قربانی جان خود به خاطر دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور ادامه میدن. همین حاکمیت ملی که حاکمیت سیاسی کشور است توسط مردم افغانستان انتخاب شده، ما از انتخاب مردم دفاع میکنیم و این به خاطر عزیز که ما ایره حاکمیت ملی میگیم. دیگه بنابراین اردوی ملی افغانستان متشکل از فرزندانی هست که در تمام افغانستان، چی از ملیت های هزار است، چی تاجیک است، چی ازبک و چی پشتون و چی دیگه ملیت هایی که در افغانستان مسکن گزین هستند، در دفاع از همی سه چیزی که ما به اساس استراتژی ملی نظامی افغانستان است دفاع میکنند و این دفاع دفاعی بر حق است. ما اگر در بدخشان است وظیفه پیدا شد، با در اونجا اپراسیون خود تطبیق کردیم. اگر در کندوز است یا هر جای دیگه، ولی بیاین ای طور بگوین که باید اگر ما وکیل هستیم، اگر نویسنده هستیم، اگر هر چیز هستیم، اولویت ها و ارزش ها را باید طوری ما او را درجه بندی بکنیم و از کسایی که ما را به حیث وکیل و نماینده تعیین کردند از او بخواین که از آنچه که در افغانستان به حیث ارزش است باید همگام با نیروهای دفاعی افغانستان دفاع بکنیم. آقای نظری از بدخشان میگن که شما اتو یک عملیات سرتاسری در بدخشان برای ننداختین که نتیجه ملموس داشته باشه، فقط واکنشی اقدام کردین و دوباره پس رفتید. جغرافی های بدخشان را اگر ما فکر میکنم اکثر مردم ما بلد هستند که بلندترین کوههای افغانستان در اونجا هست و شما یک بدخشان نیست که مسئولیت ها را برای اردوی ملی به وجود آورده. ما همین امروز در ده محله که از هم 2000 کیلومتر فاصله داره عملیات های محارب ویر ما سازماندهی کردیم، یا در بدخشان است، یا در شیندند هرات است، و یا که در نادعلی هلمند و یا در زاب جزجان. بنابراین همی جغرافی های با همی وسعتش توسط اردوی با همی کیفیت و کمیتش قابل تقدیر است که ما همی قدر وظایف را انجام بدیم. خب گپ ما درست است که شما پلان و استراتژی که دارین با تمام ولایات یکسان عملی میکنین. ای به این معناست که شما باید استراتژی کوهستانی را باید کوهستانی عمل بکنین و شما خوب بلد هستین در مورد بحث کوهستانات. پس چرا نتیجه نداده در بدخشان؟ واضحاً با توجه به جغرافی های افغانستان، اگر از فضای افغانستان شما عبور کرده باشین، هیچ جای افغانستان که همواریز در اونجا ناامنی نیست، ولی همه گپا در این کوهزار و کوهستانات است. دیگه ما هم در این کوهزار و کوهستانات و محلات صعب العبور مصروف هستیم.
اگر در کنر است یا ننگرهار، اگر در بدخشان است یا در زاب یا ای که در هلمند است، در هر جایی که دشمن در اونجا هست ما فعالیت های محاربه ویره با همه امکانات در اونجا راه اندازی کردیم. همونطور که جناب کیهانی صاحب گفتن و شما به این معتقد هستین، ما با در نظر داشته همه محاکمات وضعیت و امکانات ما فعالیت ها را در اپراتسون های مختلفه با در نظر داشته نیازی که وجود داره پیاده کردیم و در این پیاده کردن اپراتسون ها نتایجی هم ما گرفتیم. همین امروز در عملیات های محاربوی در نتیجهش 60 حراس افغان از بین رفتند، 33 حراس افغان زخمی شدند و 13 حراس افغان دستگیر شده. اینها خوب اینه میشه که ما فقط نظر بتیم، بیاین عملا در زمین افغانستان وقتی که مسیر یا طی مسیر میکنین میدانین که چی مشکلاتی هست که پیش روی اردوی افغانستان است و این مشکلات را ما خب با همه امکانات خود آقای رادمنشی وظایف بر شما داده شده و شما باید این وظایف به وجه احسنش تا منزل مقصود برسانین. حال وعده تان به بدخشانی ها چی است؟ ما زمین سازی ها در اولسوالی تشکان، راغستان، اولسوالی کوهستان و مناطق شمال یفتل و در دیگه اولسوالی های مثل زیباک و عقب وردوج، همه زمین سازی ها به خاطر عزیز که ما بتوانیم اولسوالی هایی که زیر تهدیدات زیاد دشمن است ایر از تهدیداتشان خلاص بکنیم. همیال حضور ما در ولایت بدخشان واقعا حضور بسیار فعال است. شما ببینید که 24 ساعت از حضور دشمنان در اولسوالی تشکان و در اولسوالی کوهستان سپری نشده که نیروهای دفاعی افغانستان در اونجا حضوری یافتند و کماندوهای ما اول مناطق را از حضور دشمنان تصفیه کردند. متعاقب از نیروهای دیگه اردوی ملی و چک پوینت ها و گزمه ها عناصری که دشمن هستند اونها را بازیابی، بازجویی و به رسانه ها هم نشان دادند و در این زمان به ادارات عدلی و قضایی هم سپردند. اینها همه وظایفی است که مرتب با در نظر داشت آنچه که استراتژی و تاکتیک و همچنان وضعیت اپراتیفی در منطقه برای ما اجازه میده در مراحل مختلفه ایرتایی میکنین و فعلا هم ما در پس یک چیزی است که زمانگیر است و این زمان تلفات جنگ ملکی داره. آقای رادمنش، تلفات ملکی هم عاملش جنگ است و جنگ را کی به وجود آورده؟ بنابراین هر کسی که جنگ را در افغانستان در مقابل دولت و یا حکومت قانونی افغانستان سازماندهی میکنه مسئولیت ها را باید بپذیره. و شما دیدین در شهر کابل و دیگه شهرها اکثرا این فعالیت ها و تلفات ملکی ها مربوط دهشت افغانان بوده و اردوی ملی افغانستان با در نظر داشته تمام کنوانسیون ها، توافقنامه ها و تعهدنامه هایی که در عرصه ملی و بین المللی است ایره جدا در نظر دارند. تشکر. دیگه بنان با در نظر داشته ازی همین مسیر مشکلی هست و جنگ را بردن کار ساده نیست، ولی ما در هر جایی که حضور یافتیم تا اکنون جنگ را بردیم. با امید و روز. آقای قاسمی، شما رای حل در چی میدانین؟ دقیقا وضعیت جنگ در بدخشان چگونه مهار خواهد شد؟ کوتا. تشکر بار دیگه. شما رای حل که فرزند در افغانستان امن بیان، ثبات بیان، آرامش بیان، که بدخشان جزی افغانستان هستند، جزی پیکر از سرزمین هستند، اینجا یک اراده بسیار پاک، خصوصا زعمایی که در این ارد نیفتند اما اینجا گنده زدند، اونا باید در این قسمت پاسخگو باشند. چیزایی که آقای رادمنیش میگن یا دوست ما میگن که اینا بیشتر سر بحث مسائل های تاکتیکی صحبت کردن و وظایف اردوی خود را، وظایف قطعات خود را، وظایف خود را تشریح کردن، در این هیچ شک وجود ندارن. ما با تک تکی از پرسنل وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست امنیت
باور داریم. شما میبینین که روزانه ما یک قربانی بسیار سرسام‌آور در کشور اونو تقدیم میکنن. ولی آنچه که زمان میگذره وضعیت نامنی ما وخیم شده میرن. لذا از این فهمیده میشه که زایمای ما بیچاره هستن که گپشان کسی نمیشنون و هم مجبور هستن که تمام دار و نداری که اینا ضرورت دارن کسی دیگه بریزا میتن و یا اینا هم دنبال روی اراده ازون است. تشکر. آقای کیانی، باور شما چیست؟ به سطح استراتژیک سیاست زدایی از نهادهای امنیتی و گذشتن مسائل کمپاینی و تمرکز بالای تامین امنیت، به سطح تاکتیکی محاکمه وضعیت بر اساس پارامترها و یا فاکتورهای ششگانی نظامی، تقویت حکومتداری محلی با ایرایی یک چشم‌انداز درست از تامین عدالت توزیع، قدرت توزیع، ثروت و تقویت عقبی جبهه و متمرکز شدن به معبرها و منفذهای رفت و آمد مخالفین مسلح و فسادزدایی جمله راهکارهایی است که میشه در کوتاه مدت جنگ در افغانستان مهار کرد. بسیار تشکر آقای کیانی، آقای قاسمی و آقای رادمنش. بسیار خوش آمدین به برنامه. بیننده های عزیز، شما تشکر که تاییدن با ما بودین و تشکر از آقای نظری که تاییدن با ما بودن. برنامه همین قدر بود. تا برنامه دیگر شما را به خدای کریم و رحیم می سپارم. الله یار مددگارتان.